بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، اللہ تعالیٰ شکر گزار سم کے بہت بڑے موجمہ توفیق نصیب کر کے سلسلے درسائے خدا برتبات دیدگاہ مستشرقین و در مورد قرآن کریم و مناقشی دیدگاہ ادامہ بتیں. طبعا ما مثلی کہ در ہفتے درسائے گزشتہ بیان کردیم و گفتیم که مستشرقین در مورد قرآن کریم شبهات مستشرقین به انواع مختلف تقسیم میشه. یعنی مستشرقین مثلا اگر ما خواسته باشیم که در کل دیدگاه های مستشرقین و شبهات مستشرقین در مورد قرآن کریم خلاصه کنیم، میتونیم بگوییم که شبهات مستشرقین یک بخشش مربوط میشه به مصادر و مصادر قرآن کریم به تعبیر خود مستشرقین، که اونها چون قرآن کریم کتاب نازل شده از جانب الله متعال نمیدانند، بناهن از خود اونها بر اساس ظن و تخمین و گمان میکنن که منابع قرآن کریم و مصادر که قرآن کریم از او گرفته شده مصادر است که مصادر بشری هست. بنان یک بخش شبهات مستشرقین مربوط میشه به تعبیر خودشان به مصادر قرآن کریم. طبعا از نظر اسلام و در حقیقت است که قرآن کریم مصدر و منبعش الله متعال است. قرآن کریم وحی از جانب الله متعال و کتاب ساخته دست بشر نیست. اما مستشرقین گمان میکنند که قرآن کریم ساخته دست بشر است، تألیف انسان است، و بعدا در قسمت منابع و مصادر قرآن کریم دیدگاه مختلف دارن. اولی را میگن قرآن کریم مصدرش بشری است، و بعدا در مورد بشری چگونگی بشری بودن مصدر و منبع قرآن کریم با دیدگاه متفاوت دارن. شبهه دیگه مستشرقین مربوط میشه به نص قرآن کریم. در مورد خود نص قرآن کریم یا متن قرآن کریم طبعا شبهات دیگه بخش دیگه از شبهات مستشرقین است که نوشته ها و تالیف های زیاد دارن در مورد خود نص قرآن کریم و متن قرآن کریم، که انشاءالله در وقتی که اون وقتش رسید در موردش به تفصیل صحبت میکنیم. بخش دیگه شبهات مستشرقین به ارتباط قرآن کریم مربوط میشه به جمع قرآن کریم، یعنی جمع قرآن کریم و چگونگی جمع قرآن کریم و تدوین قرآن کریم، این بخش دیگه شبهات مستشرقین است. و طبعا مستشرقین میخواین که از خلال ایراد شبهه و ایجاد شک تشکیک در جمع قرآن کریم در مورد سلامتی قرآن کریم شبهات ایجاد بکنن و ادعا بکنن که افترا بکنن که قرآن کریم خدا را گویا که قرآن کریم در جمعش قرآن کریم مکمل نیست و قرآن کریم در او زیاد و کم صورت گرفته و تحریف شده در نص قرآن در متن قرآن کریم. در مورد بخش دیگه شبهات مستشرقین مربوط میشه به شکل قرآن کریم، یعنی شکل و مضمون قرآن کریم، محتوای قرآن کریم، که یه هم بخش دیگه از شبهات مستشرقین است. در مورد قرآن قرائات قرآن کریم، در مورد قرائات قرآنی هم مستشرقین شبهات و شکوک دارن و تشکیک میکنن که گویا قرائات قرآن کریم به وزعم خودشان اختلافاتی که یا تفاوتایی که در قرائات وجود داره در باره قرائات قرآن کریم، او را دلالت به اختلاف مسلمان ها در مورد قرآن کریم اذعان و عنوان میکنن. در مورد اسلوب قرآن کریم هم مستشرقین شبهات وارد میکنن و شبهات خاص خود دارن. در مورد اجاز قرآن کریم و انکار اجاز قرآن کریم هم مستشرقین اجاز شبهات و شبهی خود دارن. و از صورت چیزهایی که گفتیم، یعنی ای از مهمترین مواردی که مستشرقین تلاش میکنن، کوشش میکنن که در مورد قرآن کریم و
شبهیرات بکنن و قرآن کریم کتاب بشر بدانن و الهی بودن و وحیانی بودن قرآن کریم منکر شوند. مجموعه شبهات مستشرقین در کل در هفت بخشی که ذکر شد میتونه خلاصه شود. و هر از ما انشاءالله تا جایی که بر ما وقت اجازه میده و وقت داریم انشاءالله این شبهات مستشرقین در همی مواردی که ذکر شد با هم انشاءالله به بحث میگیریم و او را مناقشه میکنیم و در نتیجه میبینیم که این شبهات مستشرقین نظر علمی تا کدام چقدر اهمیت داره و چقدر از متانت و قوت برخوردار است و انشاءالله با استدلال با دلیل انشاءالله تعالی شبهات یک یک مورد بس قرار میتیم و او رو مناقشه میکنیم و انشاءالله او را رد میکنیم تا الهی بودن و ربانی بودن قرآن کریم در برابر شبهات مستشرقین طبعا اثبات شود و ثابت میشه و ثابت هست و شبهات مستشرقین در مورد قرآن کریم همش بر اساس افتراء و اساس ظن و گمان و تخمین مبنی هست و هیچ اساس و بنیاد علمی و هیچ اساس و بنیاد علمی یا هیچ اساس و بنیادی که مبنی بر استدلال محکم و متقن استوار باشه نیست. شبه اول مستشرقین به ارتباط قرآن کریم یا درباره قرآن کریم در مورد به تعبیر خود قرآن کریم در مورد مصادر قرآن کریم است. قبلا هم عرض کردم بازم تکرار میکنم که از نظر مسلمان ها و از نظر اسلام، از نظر خود قرآن کریم، از نظر خود احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، از نظر در باور و عقیده مسلمان ها قرآن کریم تنها یک مصدر و یک منبع داره که او هم الله متعال است. یعنی قرآن کریم کتاب فرستاده از جانب الله متعال از طریق وحی بر رسول الله صلی الله علیه و سلم است و قرآن کریم سر تا پا از بسم الله شروع تا الناس کلام و کلام و سخن الله متعال است و در قرآن کریم در قرآن کریم هیچ کلمه و هیچ حرفی وجود نداره که او کلام غیر خدا باشه، کلام بشر باشه. یعنی عقیده و باور و ایمان مسلمان ها این است که قرآن کریم از سر تا پا، از آغاز تا انجام، حرف حرف، کلمه کلمه، جمله جمله قرآن کریم، تمام آیات قرآن کریم، تمام سوره های قرآن کریم به گونه کامل مصدرش الهی است، ربانی است و این کتاب از جانب الله متعال به شکل وحی بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده و در قرآن کریم هیچ دخل از کلمات و الفاظ و فکر بشر وجود نداره. این دیدگاه طبعا باور اسلام است و باور مسلمان هست و از جمله محکمات عقیده اسلامی هست. اما مستشرقین چون می دانند که قرآن کریم اساس و بنیاد اسلام است و همه چیز در اسلام، چی در مجال عقیده، چی در مجال عبادات، چی در مجال اخلاق و چی در مجال معاملات، در هر مورد اسلام، هر عقیده اسلام، هر حکم اسلام، هر ارزش اسلام اساس بنیادش قرآن کریم است و قرآن کریم محور و بنیاد اسلام است و چون قرآن کتاب خدا هست و پیغمبر نازل شده، بنابراین نبوت هم یعنی اساس و بنیادش قرآنی هست و قرآن کریم اساس همه چیز در اسلام می‌سازد. بنابراین مستشرقین و خبرشناسا با توجه به اهمیت و با توجه به محوری بودن قرآن کریم اینا تلاش کردن، کوشش کردن تا قرآن کریم به خاطر دشمنی با اسلام و مخالفت با اسلام و تشکیک در اسلام قرآن کریم هدف قرار بدن. یعنی کوشش بکنن، تلاش بکنن، کوشش نافرجام کنن، تلاش نافرجام کنن تا قرآن کریم در صحت قرآن کریم، در الهی بودن قرآن کریم، در ربانی بودن قرآن کریم، در سلامت نسل قرآن کریم
اینا ایجاد شبهه بکنن، ایجاد شک بکنن، تشکیک بکنن، تا به این گونه بتانند که باور مسلمان ها را، ایمان مسلمان ها را در مورد قرآن کریم تضعیف بکنن و او را زیر سوال ببرن. و طبعا همچنان نه تنها باور مسلمان ها را، بلکه غیر مسلمان ها را که اونا میخوان با این تشکیک مستشکی تلاش میکنن که غیر مسلمان ها هم قرآن کریم کتاب بشر بدانن، کتاب بشری بدانن، بنان به قرآن من حیث کتاب الهی و ربانی نظر نکنن و در نتیجه از گرویدن به اسلام و از ایمان آوردن به قرآن کریم و از ایمان آوردن به پیغمبر علیه السلام منصرف شوند. بنان یک بخش بسیار بزرگ توجه قرآن کریم و نوشته ها و تألیفات مستشرقین متمرکز است بر قرآن کریم و مثل که در محاضرات گذشته و درسای گذشته خصوصا در درس قبلی ما دیدیم که چگونه قرآن کریم یکی از موضوعات بسیار اساسی و اساسی است که مستشرقین در موردش نوشته کردن، در موردش تألیفات دارن و هر کدامشان از یک زاویه یک بود تلاش و کوشش کردن تا الهی بودن و ربانی بودن قرآن کریم و سلامتی و صحت قرآن کریم زیر سوال ببرن و در مورد شبهات ایجاد بکنن، تشکیل بکنن. طبعا دانشمندان مسلمان، علمای مسلمان هم در این مورد وظیفه خود، مسئولیت خود انجام دادن و همیشه دیدگاه ها و نظریات مستشرقین مورد بازنگری قرار دادن و مطالعه کردن و به صورت همه جانبه و مستدل و شکل گونه محکم و متقن او را پاسخ گفتن و شبهات مستشرقین بدون پاسخ نگذاشتن. بلند ما مثل قبلا هم گفتم یکی از شبهات مستشرقین در مورد قرآن کریم در مورد مصادر قرآن کریم، یعنی وقتی که قرآن مستشرقین طبعا گفتیم در قدم اول در الهی بودن و ربانی بودن قرآن کریم، یعنی این که قرآن کریم کتاب الله متعال باشه، وحی باشه، منزل من عند الله باشه، این را نفی میکنن، این را انکار میکنن. وقتی که الهی بودن و ربانی بودن قرآن کریم مستشرقین انکار کردن که قرآن کریم، گفتن که کتاب پروردگار نیست، طبعا به صورت طبیعی قرآن کریم مصدرش و منبعش برمیگرده بشری میشه. یعنی وقتی که مستشرقین به زعم خود الهی بودن و ربانی بودن قرآن کریم انکار کردن، طبعا یگانه مجالی که باقی میمانه ایست که اگر قرآن کتاب خدا نباشه، طبعا طبیعی نتیجه چی میشه که قرآن کریم مصدر و منبعش بشری هست، یعنی قرآن کریم تألیف انسان است، تألیف بشر است. بلا همه بس برمیگرده و بعد از انکار ربانی بودن و وحیانی بودن قرآن کریم، همه بس برمیگرده به اینکه قرآن کریم کتاب زمینی هست و تألیف انسان است و انسان ها قرآن کریم انسان تألیف کرده، بشر تألیف کرده و همه بس به اینجا متمرکز میشه. و بعدا طبعا مستشرقین دلی بس میکنه خب که اگر قرآن کریم بشری هست پس منبعش کیست، یعنی وقتی قرآن کریم بشری است که به زعم مستشرقین بشر قرآن کریم تألیف کرده و ساخته، بناهن ای منبع چیست و کسی که قرآن تألیف کرده کیست، دنج بس میشه. در اینجا که طبعا مستشرقین باز دارای یک دیدگاه نیستن، یعنی اما قسمی که همیشه حق یک هست و باطل همیشه متعدد است و خطوط شیطان همیشه متعدد است و صراط مستقیم همیشه یک است و به تعبیر قرآن کریم که و سبول است شیطان و باطل همیشه متعدد است یک نیست. در اینجا هم مستشرقین در مورد قرآن کریم، منبع قرآن کریم، اینا دیدگاهشان متفاوت است، نظریاتشان متفاوت است و هر کدامشان یک چیزی را یا یک کسی را عنوان میکنن که او مصدر قرآن کریم است، منبع قرآن کریم است. میخوایم تاکید کنیم بگوییم که همه مستشرقین بر این تاکید میکنن که قرآن کریم الهی و ربانی نیست، قرآن کریم از جانب الله متعال فرستاده نشده، وحی نیست. اینو میخوام تکرار به تکرار براتون بگم، همه مستشرقین بر این نقطه اتفاق دارن. لیکن مستشرقین بر این نقطه بعد از اینکه قرآن کریم به زعم خود بشری خواندن با هم اتفاق ندارن، متفق نیستن، متفق القول نیستن، یعنی کلمیشن واحد نیست، بلکه باز دیدگاهشان متفاوت است و هر مستشرق بنابر دید خود و تخرصاتی که میکنه در این قسمت یک چیزی را یا یک کسی را منبع و مصدر قرآن کریم معرفی میکنه. در این درس و در این محاضره و لکچر ما
میخوایم به صورت مقتدب و مختصر و مرکز سر این قضیه بحث بکنیم که کیف دیدگاه میخوایم دیدگاه های مستشرقین ببینیم که در مورد مصادر قرآن کریم به زعم خودشان، در مورد منابع قرآن کریم به تعبیر خودشان، به باور خودشان چی دیدگاه ها دارن، چی نظریات دارن و منابع قرآن کریم، منبع قرآن کریم یا مصدر قرآن کریم یا به تعبیر دیگه مصادر قرآن کریم به کجا احاله میکنن، به کجا رجعت میتن. میخوایم این امیر اهمی مهمترین دیدگاه مستشرقین، مهمترین نظریات مستشرقین در امی مورد در مورد منابع قرآن کریم ایره بحث بکنیم و او را مناقشه بکنیم بس گونه علمی و مستدل. خب ما میخوایم قبل از اینکه بپردازم به بیان دیدگاه متشکل میخوایم اینو بگم که اینجا یک خطا و اشتباه متدیک و منهجی از طرف مستشرقین صورت میگیره، یا مستشرقین به تعبیر دیگه در این قسمت یک اشتباه و یک خطای بسیار بزرگ مرتکب میشن. یعنی از نظر میتود و منهج طبعا ایجاب ایره میکنه که ما مستشرقین ایره ببینن که خب اگر منهج و میتود علمی ایره ایجاب میکنه که مادامی که مسلمان ها ادعا میکنن و باور دارن که من قرآن کریم کتاب پروردگار است و کتاب منزل من عند الله است، فرستاده جانب خداوند است، خب هر کسی که در مورد منابع قرآن کریم منابع مصادرش پژوهش میکنه، تحقیق علمی انجام میده، خب باید فرض را بر این بگذاره که آیا قرآن کریم مطابق آنچه که مسلمان ها ادعا میکنن و باور دارن کتاب خداوند هست یا خیر یا منبع بشری. لیکن مگر مستشرقین بجای این که این فرض را بگذارن که قرآن کریم، ما ببینیم که بحث و جستجو و کاوش و تحقیق و پژوهش آیا این را اثبات میکند که قرآن کریم کتاب من عند الله هست و از جانب الله متعال فرستاده شده است، یا این که پژوهش و تحقیق ما در فرجام این را به اثبات میرساند که قرآن کریم کتاب خداوند نیست و از جانب خداوند فرستاده نشده و قرآن کریم مبنی بر وحی الهی نمی باشد. خب این باید فرض بر این باشد، یعنی باید مستشرقین بر اساس که ادعای پژوهش و تحقیق علمی را دارند و تأکید میکنند که آنها تحقیق میکنند، پژوهش میکنند در مورد قرآن کریم، در مورد منبع قرآن کریم، منابع قرآن کریم، باید فرض را بر این بگذارند، یعنی بی‌طرفی، عدم تعصب و موضوعیت این را تقاضا میکنند تا مستشرقین فرض را بر این بگذارند که ما تحقیق میکنیم، پژوهش میکنیم، کاوش میکنیم و در نتیجه با استفاده با رجوع به با تکیه بر دلایل و بر قرائن و بر شواهد این را میبینیم که آیا مصدر منبع قرآن کریم الهی هست یا منبع و مصدر قرآن کریم برمیگردد به انسان و بشر. این منهج علمی هست. علم این را اگر کسی ادعای تحقیق علمی را دارد و آنچنانچه مستشرقین اظهار میکنند باید اساس و بنیاد کار بر این باشد. اما متاسفانه خبرشناسان، مستشرقین یا اورینتالیستان چی در گذشته و چی در حال بجای تمسک و التزام و پابندی به منهج و شیوه و میتود علمی و بجای آن که فرض را بر این بگذارن که آیا قرآن کریم کتاب خداوند هست یا کتاب بشری هست، بجای آن که فرضیه را این گونه بگذارن، متاسفانه فرضشان بر این است که قرآن کریم کتاب خداوند نیست. یعنی وقتی که ببینین، من میخوام این را خدمت شما عرض بکنم و در این قسمت توجه شما را جلب بکنم که من میگویم که باید فرض این نباشد که قرآن کریم کتاب خداوند نیست. اگر خبرشناس یا غیر خبرشناس اگر بر این فرض با این فرض پای خود را به عرصه تحقیق در مورد منابع قرآن کریم، در مورد اصل قرآن کریم میگذارد که قرآن کتاب بشر هست، قرآن کتاب خداوند نیست، کتاب منزل من عند الله نیست، پس از اساس کار منهج و میتود و شیوه کار غلط است، شیوه تحقیق غلط است. بنابراین یعنی
از راه انحراف، آغاز راه انحراف تحقیق و پژوهش در مورد قرآن کریم از همین نقطه و از همین جا آغاز می شود. به این معنا که آنگاهی که خبرشناس یا مستشرق فرض را بر این بگذارد که قرآن کریم کتاب خداوند نیست و از جانب الله متعال نازل نشده است، طبعا میدان بحث، مجال تحقیق، عرصه تحقیق، حوزه تحقیق مشخص می شود. یعنی فرض بر این می بود که فرض بازم تکرار می کنم که باید فرض بر این می بود که قرآن کریم ما تحقیق میکنیم، تحقیق به همین خاطر، به همین سبب باید باشه تا ما را به منبع قرآن کریم هدایت کند. یعنی در نتیجه پژوهش و تحقیق و جستجو ما در روشنی دلایل میخواهیم این را در بیابیم که آیا قرآن کتاب این به اثبات میرسد که قرآن کتاب خداوند است و خداوند قرآن نازل کرده است، یا این که این قرآن برخلاف ادعای مسلمین، برخلاف باور مسلمانان، قرآن کتاب خداوند نیست و کتاب بشر است و از طرف انسانها و با دست بشر ساخته و پرداخته شده است. مگر متاسفانه قرآن مستشرقین با بستن این فرض که قرآن کتاب خداوند هست و از جانب وحی، از جانب الله متعال است، با این بستن این دروازه و مسدود ساختن این راه، طبعا یک راه را فقط اونا باز میگذارند و تمام تحقیق و بحث و پژوهش را به یک جهت توجیه میکنند، سوق میدهند، سمت میدهند که قرآن کتاب خداوند نیست. و طبعا نتیجه این منهج و نتیجه این میتود و این شیوه و این روش، طبعا نتیجهش مشخص است. یعنی وقتی که فرض بر این باشد، باور به این نفرض نه بلکه باور به این باشد که قرآن کریم کتاب خداوند نیست و از جانب بدی ساخته و پرداخته دست بشر است و دروازه احتمال وحی بودن قرآن کریم مسدود گردد و مسدود شود، طبعا نتیجه این می شود که در نهایت طبعا فرجام راه و آغاز راه از آغاز معلوم است و طبعا نتیجه تحقیق و نتیجه بحث از آنمان آغاز مشخص و واضح می باشد. و بنان این می خواهم بگویم که این یک اشتباه و یک خطا و یک انحراف بسیار واضح و روشن و میتودیک در تحقیق است. طبعا ما من حیث مسلمان این توقع را از یک مستشرق یا خبرشناسی که اصلا در اصل یا او یهودی هست یا ملتزم و پابند به دین مسیحی است یا اصلا هم ملحد است و هیچ باوری بر هیچ دین ندارد و باوری به متافیزیک و باوری به وجود خداوند ندارد، طبعا بدون شک ما این انتظار را و این توقع را از یک خبرشناس و مستشرق هرگز نداریم و هرگز ما این توقع را و انتظار را نمیتوانیم داشته باشیم که مستشرق یا خبرشناسی چون شاخت یا گلزهر یا وات یا ریچارد ویل یا بلاشیر یا تسدال یا نولدیکا یا هر مستشرق یا خبرشناس دیگر بیاید و تأکید بکند که قرآن کریم مطابق آنچه که مسلمانان باور دارند کتاب خداوند هست و مصدر و منبع قرآن کریم بشری نیست. ما این توقع را و این انتظار را از مستشرق نداریم، مگر ما این انتظار را باید داشته باشیم و داریم و این نقد هم متوجه مستشرقین هست که مستشرقین نباید تنها بدون رعایت اصل بی‌طرفی و این فرض را بر این بگذارند که قرآن کریم کتاب بشر هست و کتاب ساخته دست بشر است. من میخوام یک مثال این موقف نادرست و غیر علمی و مخالف با اصول تحقیق مستشرقین را یا خبرشناسان را توضیح بدهم. به گونه مثال اگر قرار این باشد که من بخواهم از شهر کابل که پایتخت افغانستان است من سفر بکنم و مثلا به طرف غرب افغانستان به طرف هرات بروم، خب اگر فرض منهج علمیش و شیوه علمی این را اقتضا میکند و مستلزم این است که در آغاز و در ابتدای سفر باید، اگر من نمیدانم این را که شهر هرات به کدام سمت پایتخت افغانستان موقعیت دارد، یعنی طبعا به طرف غرب افغانستان، اگر من این را نمیدانم آغاز کار را باید سوال فرض من این باشد که
یک فرض بگذارم که ممکن است یکی از فرضیه های من این باشد که ممکن است شهر هرات در غرب افغانستان، در غرب شهر به طرف در سمت شهر غرب شهر کابل موقعیت داشته باشد، ممکن است شهر هرات راه شهر هرات به طرف شرق شهر کابل موقعیت داشته باشد، ممکن است شهرهایی که ما را به هرات میرسانند در به طرف شمال شهر کابل موقعیت داشته باشد و امکان ممکن هم است که شهر هرات در جنوب شهر کابل موقعیت داشته باشد. تا با این فرض بعدا در نتیجه جستجو و تحقیق و کاوش و پژوهش این به اثبات میرسد که مثلا ما این را به اثبات میرسانیم که شهر هرات به طرف جنوب شهر کابل موقعیت ندارد، این را هم بعدا بیره به اثبات این را به اثبات میرسانیم که در تحقیق این ثابت میکند که شهر هرات یا ولایت هرات به طرف شرق شهر کابل موقعیت ندارد و همچنان در نتیجه تحقیق به این هم به اثبات میرسد که شاهراه که ما را به طرف هرات میرساند در شمال شهر کابل واقع نیست. بنابراین یگانه یک فرض باقی میماند و فرض دو نتیجه درست است که شهر هرات یا ولایت هرات به سمت غرب شهر کابل موقعیت دارد و بنابراین ما برای رسیدن به شهر هرات باید به طرف غرب کابل حرکت بکنیم و با پیدا کردن شهرهای هرات به عازم شهر هرات شویم. خب این فرض علمی است، لیکن از آغاز اگر قرار بر این باشد که ما این دروازه را ببندیم که شهر هرات به طرف غرب کابل موقعیت ندارد و همچنان به طرف شمال کابل موقعیت ندارد، همچنان به طرف جنوب شهر کابل موقعیت ندارد و تنها گزینه‌ای که باقی میماند این است که شهر هرات به طرف شرق افغانستان موقعیت دارد، طبعا به صورت طبیعی است که ما کسی که خواسته باشد به شهر هرات برود به هرات نمیرسد، یعنی کسی خواسته باشد که مگر این فرض را بر این بگذارد و بر این باور باشد که شهر هرات ولایت هرات در شرق افغانستان موقعیت دارد، بنابراین حتما راه به شرق افغانستان را در پیش میگیرد و در نهایت به جای آن که این شخص به هرات برسد طبعا طبیعی این است که شخص مذکور به شهر جلال آباد یا ولایت ننگرهار خواهد رسید. بنا این مثال به همین گونه ای که من عرض کردم به گونه بسیار ساده و بسیط بر منهج و میتود منحرف مستشرقین و خبرشناسان در مورد قرآن کریم نیز تطبیق می شود، یعنی مستشرقین و خبرشناسان به این باور هستند که قرآن کریم کتاب منزل من عند الله نیست، بنان بر اساس یک فرض از آغاز کار اینا مستشرقین به انحراف می روند، یعنی به غلط می روند و به تعبیر معروف شاعر که کسی که خواسته باشد به سوی کعبه برود، یعنی باید به جهتی که ترکستان موقعیت دارد با آن سمت حرکت نکند، یعنی به تعبیر دیگر می توانم عرض بکنم که خبرشناسان و مستشرقانی که در مورد منبع و مصدر قرآن کریم پژوهش می کنند، تحقیق می کنند، از آغاز کار، از بنیاد کار، از آغاز را آنها به انحراف می روند. بنابراین به هر صورت من می خواستم این را عرض برسانم که این یک اشتباه منطقی و متدیک است، یعنی این را باید قبل از پرداختن هر کسی، هر دانشمندی که هر محقق و پژوهشگری که در مورد دیدگاه های مستشرقین پیرامون منابع قرآن کریم، مصادر قرآن کریم به تعبیر مستشرقین، به تعبیر خوارشناسان تحقیق میکند، پژوهش میکند، در آغاز کار باید این متوجه این اشتباه و خطای متدیک و منهجی مستشرقین باشد. بار دیگر تکرار میکنم که ما من حیث مسلمان این توقع و انتظار را هرگز از مستشرق و خواهشناس نداریم که بیاید و بگوید که قرآن کریم کتاب خداوند است، برای این که مستشرقی یا مستشرق مسلمان نیست، یعنی در تعریف مستشرق ما گفته بودیم و تکرار میکنیم که مستشرق انسان اروپایی و انسان غربی غیر مسلمان است که در مورد اسلام و قرآن کریم تحقیق و پژوهش میکند. بنابراین ما این انتظار و این توقع را هرگز از یک مستشرقی که او در اصل یا از نظر دین یهودی هست یا مسیحی هست یا اصلا ملحد است و هیچ دین ندارد، باوری به متافیزیک و به خداوند و به دین باور ندارد، ما هرگز و دین را پدیده ساخته و پرداخته دست بشر و انسان میداند، ما هرگز این توقع و انتظار را از چنین مستشرقی نداریم. مگر ما من حیث وقتی که سخن از بحث علمی
علمی و تحقیق علمی و پژوهش علمی هست، بله ما این انتظار و این خاص را از مستشرق و از غیر مستشرق داریم که با پابندی به اساسات و ابجدیات و الفبای تحقیق علمی فرض را بر غلط نگذارد و از آغاز راه را با اشتباه و با اعتراف آغاز نکند. بنان میخواستم توجه شما را و توجه همه آنان را که در مورد دیدگاه های مستشرقین، نظریات مستشرقین، مواقف مستشرقین پیرامون قرآن کریم و منابع قرآن کریم تحقیق میکنن، پژوهش میکنن، به این نقطه بسیار مهم و اساسی و به این اشتباه و انحراف میتودیک و منهجی و منهجی مستشرقین که بحث را و تحقیق را از آغاز به انحراف میبرد جلب بکنم و برای تأکید بکنم که یکی از اساسات و بنیادهایی که دیدگاه ها و نظریات مستشرقین و خبرشناسان را در مورد به تعبیر خودشان در مورد منابع و مصادر قرآن کریم از اساس و بنیاد فرو می ریزاند و آن را باطل می کند و ارزش و اهمیت علمی برای آن نمی گذارد، همین اشتباه و همین انحراف و همین خطا و همین غلط منهجی و میتودیک مستشرقین است که آنها در آغاز تحقیق، در آغاز بر اساس پیش داوری، بر اساس قضاوت پیش از پیش و بر اساس باورهای پیش از پیش قبلی خودشان در مورد اسلام که اسلام و دین اسلام رابطه بشری میتونن و دین خدا فرض نمی کنن، بناهن از آغاز کتاب قرآن کریم را کتاب بشر میدانن و کتاب خدا نمی پندارن، بناهن به دنبال مصادر بشری برای قرآن کریم میگردن، به دنبال پیدا کردن و دنبال جستجو کردن منابع و مصادر بشری میگردن، گاه قرآن کریم را به محیط و بیئه آن وقت جزیره العرب برمیگردانند، بعضی هم ادعا میکنند که قرآن کریم برگرفته است از منابع یهودی و از یهودیت، بعضی هم گمان میکنند و ادعا میکنند که قرآن کریم برگرفته است از منابع مسیحی و قرآن کریم شکل تحریف شده انجیل است، بعضی هم ادعا میکنند که قرآن کریم به منابع قرآن کریم برمیگردد به فرهنگ و تمدن و افکار تمدن فارسی قبل از اسلام، بعضی هم این را ادعا میکنند که قرآن کریم برمیگردد به داشته ها و افکار برگرفته از تمدن هندی و تمدن یونانی و هم بعضی ها ادعا میکنند که قرآن کریم برگرفته هست از شعر جاهلی قبل از اسلام و بعضی ها ادعا میکنند که قرآن کریم برگرفته هست از افکار و عقاید آنانی که با آنها حنفا اطلاق می شود قبل از اسلام و بناهن چون اساس و بنیاد کار بر انحراف گذاشته شده است، بر اشتباه گذاشته شده است، اساس و میتود و منهج مستشرقین در این مورد اساس آن بر انحراف گذاشته شده است، طبعا نتیجه‌ای که مستشرقین با آن میرسند، طبعا این نتیجه این است که قرآن کریم کتاب خداوند نیست و قرآن کریم برگرفته شده است از منابع بشری، طبعا این یک اشتباه بسیار میتودیک است، یک اشتباه بسیار منهجی است، بناهن هر پژوهشگر، هر کسی که تحقیق میکنند در مورد دیدگاه های مستشرقین پیرامون قرآن کریم و به ویژه در مورد منابع و مصادر قرآن کریم به تعبیر مستشرقین باید به این نقطه بسیار مهم میتودیک و منهجی توجه داشته باشد، زیرا توجه به این انحراف و به این خطا و به این اشتباه بسیار بزرگ و میتودیک طبعا جدا اثرگذار است بر مطالعه و تحقیق پیرامون دیدگاه های مستشرقین در مورد منابع قرآن کریم که میخوام عرض بکنم که قبل از پرداختن به تفاصیل و جزئیات نظریات و دیدگاه های مستشرقین در مورد منابع مصادر قرآن کریم به تعبیر خودشان باید ما به این نقطه توجه داشته باشیم که این به خاطر برای آن که این توجه به این امر در اثر گذار است بر نتایج و بر نتایج و داوری هایی که کسی که تحقیق میکنه به آن میرسد در این مورد، بنابراین من خواستم که
بر این نکته تأکیدی داشته باشم و توجه پژوهشگران و همچنان محققین را در این عرصه و در این حوزه به آن جلب بکنم. و طبعا از بار دیگر عرض میکنم که از نظر اسلام با باور اسلام قرآن کریم یگانه مصدر قرآن کریم خداوند متعال است. الله متعال قرآن را که کلام وی هست وحی از طریق وحی برای بر پیامبر به حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم آخرین پیغمبر وحی کرده است و فرستاده است و قرآن مصدر بشری ندارد. باید به این نقطه توجه اساسی و جدی